حمله لفظی خانم نغمه بالای احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت. بیاز مقاومت دست بردار شو و به امارت بیعت کن. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. رابعه سادات در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: خانم نغمه در حکمیت اشرف غنی حق پشتونها را دری زبان خورده بود و بسیار حق تلفی شده بود. در 20 سال گذشته نخبه ها و رهبران پشتون کشته شدند. هیچ نفهمیدیم که کی کشتند. این در حالی است که ولی آریان می نویسد: حتما خانم نغمه پس از این سرود های طالبانی می خواند، نه آهنگ های عاشقانه و نه از آن سروده های زیبای سربازه و یاره. این در حالی است که رستم روشنگر در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: نغمه در اینجا می گوید که در حکومت اشرف غنی حق پشتون ها را در این زبان ها خورده بود و بسیار حق تلفی شده بود. او همصدا با یون و اصولی تاجک ها را یک اقلیت جنگ طلب خطاب می کنند. با قول شاپیری حالا عدالت 100% تامین شده و امنیت سرتاسری هم آمده است. با قول او در قندهار دروازه های حولی مردم شب تا صبح باز است، هیچ دزدی نیست، فقط ملا برادر آخوند که مکتب ها را باز کند. دنیا گل و گلزار است. نغمه به خاطر عصبیت و برتری طلبی قومی خود حکومت طالب را بهتر می گوید، ولی خودش آزادی های ایالات متحده یا آمریکا را ترجیح می دهد. حمله لفظی نغمه برای احمد مسعود: بیا از مقاومت دست بردار شو و به امارت اسلامی افغانستان بیعت کن. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.